آقای جهانگیر گلزار بفرمایید. سلام دارم خدمت حضار محترم، خانم ها، آقایان. امروز قرار با من گذاشتن که من راجع به جایگاه زنان در تحول به سوی دموکراسی صحبت کنم، از این بابت که مصادف است این جلسه با روز عدم خشونت علیه زنان. از این بابت من موضوعی رو تهیه کردم که خدمت شما عرض کنم، چون موضوع هست تحول به سوی دموکراسی و نقش و جایگاه زنان. خدمتتون عرض کنم که زنان و جامعه هر دو مسئول هستند در تحولی که در جامعه به وجود بیارن که این تحول باعث بشه که زن از تمام تبعیض‌ها و خشونت‌هایی که بر علیه او اجرا می‌شود آزاد بشه. پس هم جامعه مسئول این وسط، هم زنان خود. این به این دلیل نیست که مردان مسئول نیستن، مردان هم چون در جامعه هستن و حکم همسر هم دارن مسئول هستن در این که فضایی به وجود بیارن که زن از تبعیض‌ها آزاد بشه. اگر به وضعیت زن ایرانی نگاه کنیم، زن ایرانی یک استثنا نیست در جامعه بشری، بلکه زن ایرانی همونقدر تبعیض در مقابلش میشه که زن هندی، مثل زن آسیای مرکزی یا آسیای شرقی، مثل زنان در پرو و مثل تمام زنان جهان با نسبت کمتر و بیشتر. به این خاطر یک مجموعه وجود داره از تبعیض‌ها که این تبعیض‌ها جهان شمولن، نسبتشون کم و زیاد میشه ولی جهان شمول هستن و این تبعیض در حق نیمی از بشره که اسمش از زن و این به راحتی در حقش تبعیض میشود. خدمتتون عرض کنم که اگر بخوایم به وضعیت زن نگاه کنیم، مثلا یک مثال کوچیک، اگر زنان در هندوستان طلاق بگیرن از همسرشون جدا بشن، جامعه خانواده هر دو اونها رو طرد میکنه. وضعیت زن ایرانی چه شکلیه؟ وضعیت زن ایرانی که باید سرپرست خانواده بشه، با مشکلات زیاد، با تربیت روبروز، با اجازه، با کسب صلاح پیدا کردن کار جدید روبروز، به اضافه این که از زن و مرد خانواده و غیر خانواده او رو طرد میکنن و همه به او به چشم بد نگاه میکنن که چرا مطیع امر همسر نماندی و تن به طلاق دادی. خب زنان مثالهای زیادی میزنن که چرا میمانن در خانواده هایی که تحت خشونته، میگن که مثل سنگ زیر آسیاب سوختم و ساختم، من به خاطر بچه هام خودم رو فدا میکنم. این رو نسل من یا نسل قبل از من میکرده، نسل جدید میگه من حاضر نیستم به این فدا شدن و میبینیم که از هر 5 ازدواج 2 تاش به طلاق ختم میشه. عذر میخوام، 2 تا تقاضای طلاق میکنن، یکیش به طلاق ختم میشه. در بسیاری از کشورها زنان در تمام امور شرکت میکنن، در امر تولید شرکت میکنن، سرپرستی خانواده شرکت میکنن، تولید سرمایه در خانواده شرکت میکنن، در تربیت کودک نقش اول رو دارن، ولی از سرمایه‌ای که حاصل میشه در خانواده، در محیط کار، چه کشاورزی باشه چه صنعتی کوچیک، هیچ سهمی ندارن. شاید شما بگید استثنا هست، من راجع به استثنا صحبت نمیکنم، راجع به قوانین عامی است که در سطح جهان وجود داره. شما تمام آمریکای جنوبی به همین بیماری دچار هست که کشور ما و بقیه کشورها که در فشار بیش از حد هستن، در حقیقت خانواده ها یک اقلیت بسیار جزئی در دنیا از یک رفاه نسبی برخورداره، اکثریت در یک فقر زندگی میکنه، ولی در همون فقر هم هیچ شرکتی پیدا نمیکنه که یک سهمی داشته باشه اون زن. خب این زنها با تبعیض چگونه برخورد میکنن؟ زن چون حقوق درونی انسانه، شما خیلی راحت میتونید امتحان کنید ببینید درونی هست یا نه. هر کسی حق حیات داره، میگید نه این حق حیات درونی من نیست، خواهش میکنم 3 دقیقه بینیتون رو بگیرید، نفس نکشید، ببینید امکان نداره ادامه بدید، چرا که این حق وجود شما که حق حیاته اعتراض میکنه. بقیه حقوقی که انسان داره که هر کسی از زن و مرد و کودک و پیر و جوان داره، کیفیت حق حیات رو کامل میکنه. مثلا انسان
من با شما با حرمت برخورد کنم، من شما رو به عنوان یک دوست بشناسم، نظرات شما رو من نه اینکه رب رسمیت بشناسم، حق نداشته باشم به شما توهین کنم، تحقیر کنم چون شما نظری دیگری داری. هر کسی آزاد از هر نوع نظر و عقیده که داره داشته باشه، درسته؟ پس بنابراین مجموعه های انسانی زنان تبعیض‌های مختلف رو که در حقشون میشه هر لحظه در خانواده حس میکنن. اگر اعتراض بکنن، آن کسانی که میگن بپذیر این زور رو، در حقیقت ضد حق حرف میزنن، تشویق میکنن که تو زور طرف مقابلت رو، خشونت طرف مقابلت رو بپذیر. حالا اگر که زنانی هم همین رفتار رو با همسرانشون بکنن، این رفتار هم ناشایسته. ولی موضوع ما راجع به موضوع زنان، امیدوارم دوستان عزیزی که به صفت مرد اینجا نشستید از دست من دلخور نشید بگه که همش راجع به زنان گفتم، چون یک دفعه در 14 سال پیش موضوع بود راجع به طلاق و مسئله طلاق در هانوفر، اونجا 22 دلیل طلاق رو من شمردم که مردها مقصرن، 16 تا خانوما. یا آقای بود تو جلسه بلند شد با اعتراض شدید جلسه رو ترک کرد، یعنی گفت که شما فقط نشستی داری مردا رو تحقیر میکنی، بگید من از فردا خیلی عذر میخوام، اون نمیدونم چرا به این صفت بفرمایید من از فردا شلوارمو در بیارم دامن پام کنم. گفتم حالا پوشش چی ایرادش چیه که زن هم تو شلوار پاشون میکنن، چه ایراد داره که حالا من دامن پام کنم نکنم؟ شما تو ذهنتون زن رو تحقیر شده میدانید، به خاطر همین هم هست که از این صفت استفاده. از امرهای واقعی که در سر تا سر جهان رخ میدن امرهای زیادی هستن. من 22 تا دونه نابرابری و تبعیض رو سعی میکنم به خلاصه عنوان کنم، به زمان هم دقت میکنم، اگر زمان بیشتر شد خواهش میکنم نظامت توضیح بدن، من میپردازم به صلاح پیشنهاد خودم. یکی نابرابری در خلقته که در بسیاری از جوامع زن رو یعنی دختر بد شکون میدونن، بد قدم میدونن، کاری هم به دین ما و فقه ما نداره ها، در سر تا سر جهان. من تحقیق بسیاری کردم از روزی که شما گفتید، مجددا من رفتم تحقیق کردم که زمینه های فلسفی جامعه شناسیش و فقهیش کجاست، اینها رو به خاطر همین جمع آوری کردم. زن لایق دوست داشته شدن نیست و در حقیقت ولایت یا رهبری به زن نمیرسد. این رو ما در فقه سنی داریم، در فقه شیعه هم داریم، خب، و در بقیه ادیان هست و آخر توضیح میدم فیلسوفان قرن جدید هم بر همین عقیده ما هستن. زن اغواگر است و اغواپذیر، هر فسادی رو که مرد میکنه پای حساب زن مینویسه، میگه چون این زن من رو اغوا کرد، نمیگه که اغوا دو طرفه، اغوا میکنی اغوا میپذیری، ولی متاسفانه ننگی رو بر زن میذارن که اغوا کننده است. نابرابری در حرمت زن که فرزندان در حقیقت رابطه‌ای که با پدر و مادر برقرار میکنن، پدر رو چون درآمد کافی میاره تو خانواده و خرج دهنده خانواده هست رو به رسمیت میشناسن، مادر رو فعل پذیر میدونن که مطیع پدر فقط کارهای خونه رو میکنه، در صورتی که اگه کار زن و مرد رو در یک کاسه بریزید، سه برابر تا چهار برابر حقوق مرد رو اگه به زن بدید، اون موقع کافی است برای اموری که یک زن در خانواده انجام میدهد، چون آقایون اکثرا آخر هفته دارن و زن از صبح طلوع تا آخر شب درگیر است و مهمترین کاری که میکنه اداره امور خانه، اقتصاد خانه و تربیت فرزند، که اکثر مردها متاسفانه در این کار شرکت نمی کنند. نابرابری در تصدی مدیریت، حتی در کشورهای اروپایی وقتی که از رئیس مجلس آلمان پرسیدن شما چه حالتی دارید که به صلاح شدید رئیس مجلس، گفت بزرگترین زجری که من کشیدم از هم ردیفای حزب خودم بود که نمی گذاشتن من بیام بالا و من سالیان سال کوشیدم تا اینکه تونستم به جایی برسم که من رو بپذیرم. خانم مرکل هم همین مشکل رو داشت، گفت من بزرگترین مشکلم با اسپیده و بقیه احزاب نیست، با سیده او و سیده او هست، احزابی که من در اونها عضو هستم. حالا این مدیریت رو در مدیریت های کوچک هم شما میبینید،
کمتری مدیریت شما میبینید که مدیریت تکنیک باشه، یک زنی توانایی داشته باشه. به رشته ها هم که ملاحظه کنید میبینید که رشته های تکنیک کمترین زنی هست که حاضر بره شرکت کنه. رشته های تکنیکی رو یاد بگیره، مهندسی رو، چرا که میدونه در آینده جایگاهی کمی بین مردان داره. این به رسمیت شناخته نمیشه. برتری داشتن نوزاد پسر نسبت به دختر، این رو هم در غرب هست هم در شرق. حالا میگن در زمان صدر اسلام، قبل از اسلام دختران رو میکشتن. این چین تا 20 سال پیش و شاید هم هنوز هم رسم باشه که پسرانی که به دنیا آمدن میکشتن، دخترانشون رو میکشتن برای اینکه بچه پسر گیرشون بیان، چون یه پسر بیشتر نمیتونستن داشته، یه بچه بیشتر نمیتونستن داشته باشن. یک دومی که گفتن این ناناور خانواده است. معلومه که در خانواده ها ارزش بیشتری متاسفانه برای پسر نسبت به دختر میسازن. نابرابری در برخورداری از مالکیت شخصی، زنان و مردان اگر پا به پای هم فعال باشند در یک امری، سرمایه از آن مرد است، تقسیم نمیشه. حتی در بسیاری از جاهایی که تحصیل کرده هستم، من با یه خانمی صحبت میکردم، ایشون فوق لیسانس روانشناسی داشت و روانکاو بود، گفت سالیان سال من پاکت حقوقم رو اول که میمدن خانم باید میدن دست همسرم. همسر ایشون دکترا داشت و استاد دانشگاه و میگفت دو روز دیر شده ها، حقوقت هم نبود. و اون زن تصور میکرد امریست درست که باید به همسرم بدم و اون مدیریت کنه، در که مدیریت خانه دست اون خانم بود. این رو نه به مثال یک نفر بگم، این امریست عمومی. حتی اگر کسی کار بکنه، ساعت کارش رو یه جور دیگه براش بنویسه و در شراکت در سرمایه بهش نمیده. در نابرابری در برخوردار شدن از حاصل کار، همینطوره. نابرابری در ازدواج، اگر یک زن و مردی تحصیلات مساوی داشته باشن، سرمایه مساوی داشته باشن، مرد امکانات ازدواج خیلی بیشتری داره تا زن. این نابرابری در جامعه وجود داره ها، قوانین رو جای خود میذارم. من اول روی سخنم با جامعه است که جامعه است که این نابرابری ها رو درونی خودش کرده، در صورتی که اینها حقوق نیست، ضد حقه که بهش عمل میکنن. نابرابری در طلاق، اکثر مردها طلاق میگیرن، از منزل میرن، سرپرستی خانواده، تربیت خانواده، آینده خانواده رو، یعنی سه شغل در اختیار میذارن به عهده زن و بدون مسئولیت ترک منزل میکنن، که این واقعا نابرابری بزرگیه. خدمتون عرض کنم که مشروع دانستن یا همبستری یک مرد با چند زن و اینکه اون زن اون رو حق رو نداره. حتی اگر قبل از ازدواج زنی بگه من با مرد دیگری بودم، این بسیار شنیع شمرده میشه. بسیاری از مردها این رو به عنوان یک به اصطلاح صفت خوب، من اینقدر خوشگل بودم و خوش برخورد بودم که اینقدر عاشق و کشته داشتم با اینقدر بودم، همون لحظه امکان نداره همسرش اجازه داشته باشه که بگه من هم در دل عاشق مردی بودم، اون هم براش محکومه. در صورتی که این نابرابری یک نابرابری بسیار کشنده است. متاسفانه در کشورهای اسلامی فقه زمینه ساز این شده که مرد میتواند با چهار زن ازدواج کنه، در صورتی که طبق همون کتاب قرآن مرد این حق رو ندارد، ولی فقه براش صادر کرده میگه میتونی. و یک نابرابری بسیار زشته در کشورهایی که می نگاه میکنید که حد، اگر من در خانواده خودم نگاه میکنم مردی رو نمیشناسم که دو زن گرفته باشه، ولی این ذهنیتی که تو میتوانی و تو این حق رو داری دیگری نداره. این نابرابری همیشه یک برخورد بسیار بد ذهنی و رفتاری بین زن و مرد در خانواده ها به وجود میاره. نابرابری مطیع و فرمانبری زن، متاسفانه یکی از نابرابری های بسیار بد است که زن زیبا خوبه، زن حرف‌شنو خوبه، زن کدبانو خوبه، زن مطیع خوبه. اکثر مردم مجموعش رو خوششون میاد، زیبای خوشروی کدبانوی مطیع. این زن هر لحظه این تحقیر رو حس میکنه. حالا اگر مردی همین صفات داشته باشه، جامعه بهش چی میگه؟ میگه زن ذلیل.
اگه یه مردی بیاد بگه من آدم دموکراتی هستم، با تو مشورت میکنم، همه امورات رو با هم انجام میدم، میگن زن ذلیله. مردا که این اخلاق دارن میگن نه ما دموکراتی، برای اینکه یکم بچه خودشون خوب بکنن. حتی جامعه حاضر به پذیرایی نیست. مردهایی که اون صفت رو دارن منع میکنن مردی را که دموکرات باشه در حقیقت با زنش برابر برخورد کنه. مشورت هست، دوستی هست و عشق. اون رو به رسمیت نمیشناسن. نابرابری در فساد جنسی، متاسفانه زن به عنوان، حالا آلمانی ها میگن گوشت تازه، در حقیقت به عنوان یک جسم که میتونه شهوت کسی رو برطرف کنه خرید و فروش میشه. این متاسفانه در جوامع هست. نابرابری در روابط جنسی مرد و زن. من یه تحقیق 3-4 سال پیش کردم راجع به معضلات مختلف اجتماعی. از معضل به معضل. یکی از معضلات معضل طلاق بود در ایران. در معضل طلاق چندین عامل اصلی هستن. یکی ندادن خرج خانواده، یکی اینکه مثلا اعتیاد، یکی خشونت مرد که زن رو میزنه. بالاترین عاملی که پیدا کردن برای طلاق‌های داخل ایران گفتن اینکه رابطه جنسی. زنها اعتراض دارن به رابطه جنسی، نه مسئله ناتوانی است، به نوع رابطه جنسی و خواستار طلاق هستن. به عقیده من این آماری که تهیه کردن من در ردیف اول نمی‌شناسم. زنانی که خواهان طلاق هستن از این همه فشاری که از طرف مردها و جامعه حس میکنن، این تبعیض رو نمیتونن تحمل کنن که اعتراض میکنن، دلایل مختلف میارن و در حقیقت زنان خیلی پیشرفته تر از مردها هستن که فهمیدن حق و حقوقشون چیه، زیر بار زوره نمیرن. مردها هنوز تو جامعه ایران قبول نکردن که نباید زور بگن، تصور میکنن اون اخلاق سنتی رو باید بخشش هنوز تو خانواده داشته باشن. در اون تحقیقی که من کردم به این که عنوان میکنه اولین مسئله ناتوانی در روابط جنسی است، به این مفهوم که مرد خودش رو مسلط میدونه در روابط جنسی و زن رو منفعل. روابط احساسی و جنسی زن رو به رسمیت نمیشناسه و این زن عمری رو در محرومیت میگذرونه و از این محرومیت اعتراض میکنه به انواع و اقسام تبعیض‌هایی که در خانواده حس میکنه. نابرابری در آموزش و پرورش. بسیاری از خانواده‌ها میل دارن که بیشترین سرمایه رو خرج فرزندانشون بکنن، فرزندان پسر، زیرا که میگن نه در آینده باید کار کنن، شغل داشته باشن، درآمد داشتن، میشن پدر خانواده. دختر متاسفانه در ایران تحصیلاتی که میکنه بخش عمدهش جهیزیهشه، حکم جهیزیه داره، یعنی من لیسانسه هستم، قرار از بعد از ازدواج دیگه کار نکنم. یعنی تحصیل میکنه برای اینکه بتونه بگه من کی هستم و این توهینی است به بخشی از جامعه که استعدادهای فوق‌العاده داره، متاسفانه در جامعه نمیتونه چه در بخش تولید، چه در بخش مدیریت، چه در بخش تربیت نمیتونه از استفاده کنه. فوقش میگن شما میتونی پرستار بشی، معلم بشی، ولی دیگه شغلای بعدی رو بهش اجازه نمیدن. نابرابری در پوشش. من کوتاه میکنم، نه در ایران، ما میگن طبق دستور باید روسری بکنی، چادر بکنی یا حجابی رو، تعریفم هنوز ازش ندادن، باید داشته باشه. نه در کشورهای اسلامی به زور حجابی رو سر زن میکنن که به تحقیقی که آقای ترک‌کاشوند در 700 صفحه ارائه کرده، بسیار تحقیق مفصل و درستی است، 800 سال بعد از آمدن اسلام به حکم یک فقیه چادر و روسری رو باب کردن، قبل از او هیچ حرفی از حجاب نبود. اینا تحقیقی است که آقای ترک‌کاشوند کرده، بسیار هم سر و صدا کرده در حوزه‌های علمیه و هیچ کس پاسخگویی به تحقیق ایشون نیست. البته آقای جعفری هم تحقیق بسیار مفصل ایشون هم کرده، نه به تفسیر آقای جعفری، ولی اولین تحقیق رو آقای بنی صدر که اوست که آقای ترک‌کاشوند استناد میاره برای اینکه تحقیقی که ایشون کرده که حجاب نباید باشه، میاد اون مفصل توضیح میده.
ولی در کشورهای اسلامی، نه فقط کشورهای اسلامی، شما میری در پرو میبینید کلا سرشون میذارن، لباس گشاد تنشون میکنن. بیا در افغانستان که میرن زیر برقه. نه به خاطر حکومت هاست، به خاطر تبعیضی است که بین زن و مرد هست. زن خودش رو پنهان میکنه. یادمون نره که زنان ایرانی، دختران ایرانی تا 100 سال پیش شب اول ازدواجشون رو باید با خان میبودن. نه همه، ولی بسیاریشون خان صاحب میدونست که این قومی که من دارم، این دختران زیباش مال منه. به خاطر هم بسیاری از خانواده ها دخترانشون رو تا بعد از ازدواج از خونه نمی بردن بیرون. این دیگه کاری با دین اینا نداره و عقیده و مرام سیاسی ها، با ذهنیت زور مدار داره. حالا چون قبلا هم عنوان کردم در صحبتم، میگم آقای رجان سناک، مدیر تحقیق در مرکز تحقیقات سیاسی مؤسسه علوم سیاسی فرانسه، کتاب جدیدن انتشار داده، لیبراسیون، با اون یک مصاحبه مفصل کرده و کتابی بسیار جالب. از روشن فکران فلسفی دوران روشنایی که قرن 18 و 19 اینا زمینه ساز تحول فکر روشنایی در غرب شدن، ایشون عنوان میکنه، حالا من به اسامی نمیپردازم، میگه اصحاب آن فلسفه در جهان شمولگرایی خود نیمی از انسانیت که زنان بودند را از قلم انداخته بودند. چگونه میتوان جانبدار جهان شمولی شد و زنان را که شهروند و زنان را به شهروند به حساب نیاورد؟ زنان را برخوردار از حقوق انسان نشمردند و نظریه ساختند که زنان را نمیتوان عقلمند به قلم آورد. یعنی عقلشون هم کمتره. تناقضی است که فیلسوفان فلسفه روشنایی بدان گرفتار بودند. این دیگه حالا بگردیم بگیم در دین هست یا نیست، نه، این متاسفانه فیلسوفا هم برای تبعیض و اینکه زمینه قدرت رو به وجود بیارن کارگزار شدن، همده که شما گفتید از هاب زمینه سار استبداد است در کشورهای ما، نه برای خودش. حالا راه حل در چیه؟ این راه حل خروج از این تبعیض رو باید چه کرد؟ آیا چگونه باید عمل کنیم؟ این در درجه اول وظیفه زن. این زن است که باید بدونه چه حقوقی داره. کاری هم به کنوانسیون منواسیون نداره. هر کسی این حقوق در درون خودش حس میکنه. شما حقوق نخوندید رشته حقوق و قضاوت. کوچکترین بی‌عدالتی که بشه میگی به دلم نچسبیده. یه بلایی داره سر من میاره. شاید نتونید توضیح بدید لحاظ حقوقی کجاست، ولی میفهمید تبعیض در مقابلتون هست. این در وجود هر کسی تبعیض شده. حقوق چون درونی شماست، شما تبعیض‌ها رو هر کسی از مرد و زن حس می‌کنه. این زن هست که در مرتبه اول باید از حقوق خود دفاع کند و این مرد هست که طبق حقوق باید از حق خود و حق همسر دفاع کند و زمینه ساز رشد برای خود و برای همسر بشه. این حقوق انسان است. این دیگه مال من و شماست، نه کنوانسیون هست نه چیزی دیگه. عمل کردی بهش، انسان خوبی هستی. عمل نکردی، خیال کنی آقای ولی فقیه شب خواب نما میشه میگه طبق این قوانین میخوام عمل کنم، خب فوقش میگه شما آزادی و مختار. شما بدونی آزاد و مختار هستی، اگه ندونی که خب عملش نمیکنی. پس انسان باید این حقوق رو بشناسه. جامعه هم استثنا نیست. جامعه باید بکوشه زمینه های حقوق مدار شدن، یعنی بدون تبعیض زندگی کردن، بدون خشونت زندگی کردن رو فراهم کنه، هم برای مرد، هم برای زن، هم برای کودک، هم برای طبیعت. این وظیفه جامعه است. بسیاری از نابرابری ها در شکل قانونی به وجود میان. شما یک قانونی داری، موضوع قوه قضاییه میره میشین، اینا میگه ما چه بکنیم چه نکنیم. یک سری لوایح داره، دولت میره میده به مجلس، مجلس میخواد تصویب کنه. طبق چی باید اینو تصویب کنه؟ یه چیزی باید داشته باشه دیگه، بگه من طبق این بررسی میکنم این درست هست یا نه. در حال حاضر طبق چی عمل میکنه؟ ما یه قانون اساسی داریم، یه محور اصلی داره، ولیه فقیه مطلقه، 12 دونه حق مطلقه داره، هیچ کس اون رو نداره، در صورتی که حقوق رو همه برابر داریم. یه نفر پیدا شده زمان شاه داشت مطلقه، حالا ولی فقیه داره مطلقه.
خب بقیه قوانین رو باید چه شکلی بنویسن؟ باید جوری بنویسن که ولی فقیه مطلقه بودنش از بین نره. غیر از اینه، خب مجلس درست کرده خبرگان رهبری. مجلس درست کرده که شما میره اونجا که بگی که این مصلحت نظام هست یا نه. یعنی اگه به قدرت ایراد گرفتی میگه این قانون آقا بلش کن. پس بنابراین قانون باید در مجلس مجلسی باشد در خدمت مردم که قوانین و لوایح رو مطابقت بده با حقوق انسان، و اگر مطابقت داشت بگه بله، اگر نداشت بگه نه، شما طرفداری از قدرت میکنی، از این بخش از سرمایه میکنی، به شما اجازه نمیدن. روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی باید متحول بشه، مبنا و ملاکش باشه چی؟ حقوق انسان. حقوق یعنی چه؟ من اگر عملی انجام بدم که درش خشونت باشه، یعنی ضد حق. عملی که من انجام میدم، هر عملی باشه که دیگری هیچ خشونتی حس نکنه، این بر حق انجام بدم. این دیگه کوچکترین ضابطه است برای حق، چون که ویژگی های زیادی داره. 23 ویژگی داره که الان وقتش نیست صحبتش بکنیم، ولی هر کس حق رو خودش تصدی میکنه. مثلا شما حق عشق ورزی دارید، شما حق ازدواج دارید، حق دوست داشتن دارید. من که نمیتوانم جای آقای مختاری فرزند ایشون رو دوست داشته باشم اونجوری که ایشون میخواد. دوست داشتن رو ایشونه که باید داشته باشه. رشد رو من نمیتونم جای آقای شفاهی برم تحصیلات عالیه بکنم بگم این رشد رو آقای شفاهی کرد. نه، رشد رو آقای شفاهی میکنه. هر کسی خودش حقوق خودش رو تصدی میکنه و هر کسی اجازه میده دیگری تبعیض براش به وجود بیاره، خشونت برای علیهش به اصطلاح به او اعمال کنه. پس این هر کسی باید خود عمل بکنه، مجلس هم باید دفاع بکنه، قوای مقننه به اصطلاح هم باید دفاع بکنن، حقوقی رو بذارن، قوانین رو بذارن که اینها مدار فکریشون متناسب است با حقوق. حالا دولت این وسط چی کار است؟ دولت کارگزار ملت است، خدمتگزار ملت است. آقای روحانی حاکم بر ملت است. آقای احمدی نژاد هم حاکم بر ملت بودن، آقای خامنه‌ای هم حاکم بر ملت. ملت گوسفندانن در خدمت ولی فقیه و زنان ضعیفه هستن. میگید من اشتباه میکنم، من نمیخوام تحقیر کنم کسی، این آن چیزیست که اینها خودشون میگن. خب پس بنابراین این همونم عمل میکنم، با زن ضعیفه مرد برخورد میکنم، با مرد و زنم گوسفند برخورد میکنم. این باید تغییر کنه. دولت باید در خدمت مردم باشه، بشه کارگزار مردم که قوانینی که دفاع میکنه از حقوق مردم او به اونها عمل کنه و هر جا که نقضی به وجود میاد او باید از حقوق مردم دفاع کنه و این حقوق رو سعی کنه که ابراز بشه. خب حالا همه اینها بسیار خوب و عالی، چگونه باید به این برسیم؟ در نظام ولایت فقیه آیا همچین امکانی هست برای ما؟ نیست. خدمتتون عرض کنم یک محور مطلقه داره که اجازه نمیده، اصلا اساس بر تبعیض درست شده. آیا قابل اصلاح هست؟ قابل اصلاح هست؟ خیر، قابل اصلاح هم نیست. اون داخل باید عوض کنه. داخل چه کنه؟ اما داخل جمع. بله بله. آیا این ولایت فقیه قابل اصلاح هست؟ بسیاری خیلیشون دلشون میخواد اصلاح بشه دیگه. ببینید از امرهای واقع اجتماعی در سر تا سر جهان شما نمونه بیاده یه حکومت استبدادی مطلقه اصلاح شده باشه. هرچی اصلاح بشه به نفع مطلقه بودن خودشه، نه به نفع مردم. اگر چیزی تغییر میکنه، مثلا دوره آقای خاتمی روسری اینجا بوده رفته اینجا، نه چون آقای خاتمی گفت که روسری ها رو ببرید بالا بردن، چون زنان بردن و قبول نکردن، آقای خاتمی گفت بابا دیگه اینقدر ایراد نگیرید، کشور داره از دست میره. پس بنابراین اصلاح پذیر نیست و به نظر من زن ایرانی هم ننشسته که بهش بگن روسری تو چقدر میتونی ببری بالا و تو اداره که میری چه رنگی رو من میتونم بپوشم نمیتونم بپوشم. این حداقل کاری است که یک زن
اختیار داشته باشه که من چه لباسی رو بپوشم چه لباسی رو نپوشم. پس انسان ایرانی از زن و مرد باید آزاد و مستقل بشه، استقلال داشته باشد در تصمیم و انتخاب، استقلال داشته باشه، آزاد باشه در نوع تصمیم و انتخاب خودش. ما این هر دو رو در کشور ما نداریم. پس نیاز داریم ما به یک، اول از همه یک قانون اساسی، که این قانون اساسی ما بسترش حقوق مداری باشه. میگن حالا لایک باشه، معلومه باید لایک باشه، سکولار باشه، معلومه، و اینها کامل نیست. هیچ دین، مرام، عقیده و ذهنیت حزبی باید بر اون قانون اساسی حاکم نباشه. قانون اساسی باید از حقوق و رابطه بین این حقوق دفاع کنه. این میشه بستر فکری، اصول حاکم بر قانون اساسی. بعد روابط، مثلا رئیس جمهور چه شکلی انتخاب بشه، باید متناسب باشه با این اصولی که حقوق داره. نماینده مجلس وظیفه‌ش چیه؟ متناسب با اینه. نمایندگان دیگه چه شکلیه؟ قوانین چه شکلی تصویب میشن؟ نسبت به اون میسنجن. پس تمام قوانین، چه موضوعی که در قوه قضاییه است، چه در مجلس، چه دولت، متناسب با او باید بشه در خدمت مردم عمل کنه. خب این یه جهان دیگری است. باید برای اون کوشید. ها چقدر به دستش میاریم در عصر ما؟ امیدوار هستم که زنان ایرانی دفاع کنن از حق خود و دفاع کنن از حق دیگری. اول از همه به اعتراض از حقوقی که از دست دادن باید در خیابون بیان و اعتراض کنن. اگر این اعتراض رو بکنن، دفاع از حقوقشون کنن، زبان تمام زنان ایرانی میشن. این همدلی به وجود میاد، همه در صحنه اعتراض وارد خواهند شد. وجدان جهانی دفاع میکنه از حقوق اون زن، تنها نخواهد بود. این نیست که دیگه آقای ترامپ یه حکمی دادند و آقای فلان و خانم فلان نذارن انقلاب بشه. نه، اون موقع متناسب با اون جنبشی که خواهان حقوق هست میشود یک حکومتی به وجود آورد که حکومت زندگی در آزادی و استقلال بود. تا اون زمان که اون ممکن بشه، هر کسی از خود میتونه شروع کنه روابط خودش رو با دیگری متناسب بکنه، رابطه حق با حق بشه. ما اکثر رابطه همون بر اساس منافع با منافع، من چه بکنم که منافع هم حفظ بشه. خب اون کسی که منفعت بیشتری داره زور بیشتری میگه. مردا اکثرا هم زور بیشتری میگن. چرا؟ چون منافع بیشتری دارن، درآمد بیشتری دارن. این رابطه باید بشه رابطه حق با حق، دو تا انسان بدون خشونت. امیدوارم که در این راه همه با هم کوشا باشیم. تشکر میکنم.